سه یعنی 3 سال، راهنمایی 4 یعنی 4 سال دبیرستان و 1 چهار بهش اضافه کنیم میشه 4 سال دوره لیسانس، جمعاً 16 سال. بعضا یه 2 سال بهش اضافه میکنن فوق میشه 18 سال، یه 5 سال هم بهش اضافه میکنن دکترا میشه 23 سال از دوره زندگیمون رو اگر در حوزه مالی کار نکرده باشیم صرف آموزش کردیم که در اون حتی 1 ساعت هم به ما سرمایه گذاری در بازارهای مالی رو یاد ندادن، استفاده از ابزارهای مالی رو به ما یاد ندادن و خیلی محدودیت. یعنی اصلا آدمی که تو این سیستم های آموزشی تربیت میشه قرار نیستش که قرار بره کارمند شه دیگه، برای یه جای کاری انجام بده، قرار نیست دیلر گردن کلوف از توش در بیاد. و اکثر آدمایی هم که میبینید به این سطح رسیدن خودشون زمان گذاشتن. هدف من از این شکل در اولین اسلاید مربوط به هر دورم اینه که بگم شما من و شما سالیان سال متهم بودیم که و مجبور بودیم که در سیستم های آموزشی این تیپی کار کنیم، درس بخونیم و حتی بعدش درس بدیم که اجازه نداشتیم از این چارچوبه بریم بیرون. این کار من در دوره‌ای که توی دانشگاه علوم اقتصادی انجام دادم برعکس کردم، اومدم 1 تا 2 جلسه از درسم رو به بازارهای مالی اختصاص دادم، به صورت خاص بازار بورس تهران، که بعد از اون خیلی برام جالبه که تعداد زیادی از دانشجوهای من در اون دوره رفتن تو کارگزاری‌های مختلف کار کردن و در نهایت به نقاط خیلی خوبی رسیدن و بعضن به ما هم کمک می‌کردن که مثلا سرمایه‌گذاری ما یا شرکت سبدگردانی ما داره فلان سهمو جمع می‌کنه. حالا این قسمت جذاب این داستانه، ولی واقعیت من این کار دلی انجام دادم چون اعتقاد داشتم به این مسئله. پس اگر یک بار برای همیشه ما این دوره رو کامل با هم بگذرونیم و بهش دقت بکنیم قطعا تا آخر دوره گارانتی میشیم. خب دیگه وارد بحث بشیم، آشنایی کلی با روش های تحلیل. ببینید توی حالت عادی ما 2 روش خیلی متداول در بازارهای مالی داریم برای تحلیل و پیشبینی روند قیمتی برای سرمایه گذاری. روش اول تحلیل تکنیکال، این اول دومش تقدم تأخرش نیست، دقت بکنید هیچ بحث تقدم تأخر ندارد. تحلیل تکنیکال هست و تحلیل بنیادی هست که با فاندامنتال میشناسنش، فارسی هم تحت لفظی فاندامنتال مینویسن. این دو تا روش هایی هستش که از سالیان سال قبل‌تر وجود داشته و اکثر تحلیلگران از اون دارن بهره مند میشن. تحلیل مالی رفتاری هست، بهش behavioral finance میگن، یک سری الگوهای هست تکرار شونده، یکیشو امروز با هم خواهیم دید. شاخص احساسات هست، سنتیمنت ها هست که برام مهمه، همون داستان سرخ پوسته و گوش گذاشتن رو ریله که یه تایم فریم جلوتر بگیرم بردن، یه ذره زودتر احساس کنم که اتر داره رشد میکنه روش سرمایه گذاری کنم، فقط هم رو اخبار ها، و یه سری فاکتورهایی که میتونی با یه سری گیج ها ببینی. و شاخص های بیتکوین ایندیکیتورز که در خصوص این ستا پایینی، یعنی اونهایی که رنگش متفاوته، تحلیل مالی رفتاری احساسات بیتکوین و شاخص های بیتکوین سرفصل هایی داریم در همین دوره که هر کدوم در همون سرفصلش باز میکنیم در خصوصی صحبت میکنیم. امروز میخوایم بریم سراغ بنیادی و تکنیکال. چارلز داو، احتمالاً شاخص داو جونز به گوشتون خورده باشه. این آقا با این هیبت سال 1851 میلادی در شهر استرلینگ امریکا به دنیا میاد و از یه خانواده کشاورز بوده، پدرش کشاورز بوده، بنده خدا در سن 6 7 سالگی پدرش فوت میکنه. خب یه شرایط سخت زندگی رو میگذرونه و بعد که به سنی میرسه که وارد بازار کار میشه، میره توی دفاتر روزنامه شروع میکنه کار کردن. 2-3 تا روزنامه عوض میکنه، نشریه عوض میکنه و قلق کار دستش میاد. ایشون پایه‌گذار نشریه وال استریت جورناله. نظریه نیست، اینو من اصلاحش میکنم. پایه‌گذار نشریه وال استریت جورنال هست. یک نشریه بسیار معتبر که به بررسی عملکرد سهم‌های خاص می‌پردازه. عرض شود که ایشون در ابتدا نشریه خودشو به نام داو جونز و شرکا راه اندازی می‌کنه، توی اون اقدام می‌کنه به بررسی نوسانات قیمت سال 1851. نه کامپیوتری بوده، نه اینترنتی بوده،
نه اکسلی بوده سورت بکنه، همین کارا به صورت دستی انجام میشه. بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، روندها، همه چیز به صورت دستی و جدولی کشیده میشد و ایشون در نشریه خودش به چاپ میرسونده. هزاران نفر هم مشترک این نشریه بوده. تا اینکه میره جلو و جلو و جلوتر، حالا کامپیوتر بهش اضافه میشه، ابزارهای مختلف استفاده میشه و شروع میکنه شاخص تعریف کردن که شاخص داو جونز توسط ایشون تعریف شده و به خاطر همین هم به نام ایشون نامگذاری میشه. و روی کردش توی تحلیلاش این بوده که سه چیز رو در نظر گرفته: این سه نظریه داو، چارلز داو، باعث پایه‌گذاری تحلیل تکنیکال میشه. ببینید، بازار همه چیز رو منعکس میکنه، همه چیز در قیمت لحاظ شده. نظر ایشون چیه؟ میگه هر اتفاقی که میخواد بیفته تو قیمت خودش نشون میده، زودتر یا دیرتر. قیمت ها بر اساس روند ها حرکت میکنن، یعنی تغییرات قیمت تصادفی نیست. شما فرض کنید یه کانال دارین، این میره بالا میاد پایین، کف کانال سقف کانال، کف کانال سقف کانال، کف کانال سقف کانال، سقف کانال میشکنه میره بالا توی یه کانال جدید. تاریخ هم تکرار میشه، یعنی واکنشی که به محرک های مشابه در بازار نشون میده. یه سایکل های بزرگ مثلا 100 ساله اقتصادی وجود داره و این میگه که اینها باعث میشه که این ترنده دوباره بره تکرار بشه. و این تکرار پذیریه که جذابیت پیدا کرده. وقتی ما میگیم بر این اساس میخوایم کار کنیم و این نظریه کامل درست و ثابت شده است و الان هم این نفر آدم داره ازش استفاده میکنه، خدای نکرده نه اینجا بگیم ما با شفر گفته تکنیکال به درد کریپتوکارنسی نمیخوره، به درد میخورد، لازم هست اما کافی نیست. قسمت کفایتش میشه این چیزی که شما تو این دوره یاد خواهی گرفت. و اینها باعث شد که وقتی که دیتای هیستوریکال این موضوع نوسانات قیمت بررسی میشه، همونطوری که مطابق ردیف سه تاریخ تکرار میشه، ما میتونیم برگرفته از گذشته پیشبینی آینده رو انجام بدیم. با هم یه مقداری در خصوص تکنیکال صحبت خواهیم کرد، تو دوران یه چیزایی رو میگیم، یه مدل هم امروز خواهیم دید، اما در نظر داشته باشیم که شرط لازم هست اما کافی نیست. علتش چیه؟ چرا من میگم شرط لازم هست ولی کافی نیست؟ دیدم یکی از این صفحات اینستاگرامی یه حمله اساسی به دوره 0 تا 100 ارزهای دیجیتال من کرده بود. واقعیتش من خیلی آدم جنجی نیستم برم واسه مثلا جواب بدم، دعوا کنم و از این حرفا، ولی جالب بود یکی فرستاده بود برای من که مثلا حالا انتقاد کرده بودن ایشون که اصلا چیزی به نام 0 تا 100 وجود نداره و این تهش لایتناهیه. و حالا ایشون شاید متوجه هدف من نشده بود، اما نکتهش تو اینه که این مواردی که من خدمتون میگم حالا به صورت خاص توی این دوره، اینا شرط لازم رو توی تحلیل تکنیکال داریم اما کافی نیست. تاکیدم و دلیلم هم اینه که دلیلم همینه که اون دوستانی که رو 20,000 دلار بیت کوین رو میگفتن آقا تمومه، دوباره ریخ رو 4,000 میخریمش، این که اون آدمای خیلی دونکیشوتی این حرفو میزدن، یه سریشون که میگفتن اصلا صفحه اینستاگرام هم دارن و خب خیلی هم فعال هستن، و نه تنها ایشون بلکه خیلی از تحلیلگرانی که توی دنیا بودن داشتن تاکید میکردن که ظرفیت این رو داره که بریزه تا 12,000 دلار. اما این اتفاق نیفتاد. 20 شد 19، 19 شد 18، 17، یه نوکی زد به 16,900، دوباره گازش گرفت رفت 20, 21, 22, 25, 31, 41، حالا اومده رو 33، حالا یه ذره اومد پایین تر، حالا این فقط یه مایلستونی از این اتفاقات بود. آیا اگر من بر اساس تحلیل تکنیکال صرفم و حرف این بعضی همین آدم های حالا تحلیلگر خارجی و فقط نمیگم تو تریدینگ ویو هم پر از این آدم ها بود، می اومدم رو 20,000 می فروختم، منتظر بودم بگیرم رو 12,000 و هیچ وقتم به 12,000 نمی رسه، رو 17,000 گازشو گرفت برگشت و تا من اومدم به خودم به جنبم یک و به دو بدم شد 41,000، یعنی عملا 100% زیان از سود کردن. حالا من میخوام بگم اون تیکر رو اینو حداقلش بکنیم، یعنی این زیان گنده رو به حداقل برسونیم که من اگر میخوام جایی بفروشم با دید این کارو بکنم، بگم مثلا یه تایم فریم مثلا 10-15 روزه احتمالا اینجوری باشه،
برای من میارزه یه همچین ریسکی. خاطرتون هست که من در دوره گذشته ازتون خواهش کردم تستی رو به نام MBTI حتما بزنید. دوستانی هم که جدیدن به ما اضافه شدن حتما برای جلسه آینده این کار رو انجام بدن. یه تست هم فارسیش هست هم انگلیسی، این تیپ شخصیت شناسیه. اگر من به این نقطه ای که برسم که من به درد بازار مالی میخورم، من اصلا دیلی تریدر هستم، با دل دلا میزنم تو دل بازار. اما اگر رسیدم به کاراکتری که من از این آدم های شک و تردیدی هستم، آیا بشود آیا نشود، و میخوام یه مقدار روش تمرکز بیشتری داشته باشم و سریع نرم درگیر خرید و فروش بشم، گزینه سرمایه گذاری رو انتخاب کنم، یا حداقل قسمت عمده از سبدم سرمایه گذاری باشه. لذا با توجه به شخصیت و کاراکتر هامون میتونیم در مورد حالا کاری که داریم، کسب و کاری که داریم، بهتر تصمیم گیری بکنیم. قرار نیست همه تحلیلگر درجه یک یا معامله گر درجه یک باشن، در نظر داشته باشیم. خب میخوام برسم به بحث تحلیل تکنیکال و بنیادی و یه سری نکات در موردش بگم و بعد سویچ کنیم به سمت شاخصهای به درد بخورمون. الان ساعت 8:01، الان فکر میکنم بشه 2 تا 8:07، یه استراحت کوتاهی داشته باشیم و دوباره برگردیم. من در خدمتتون هستم. ضمناً یکی از دوستان اگر قبول زحمت بکنه توی تلگرام یه گروهی ایجاد بکنه و شماره من همون تو اضافه بکنه، همین شماره واتساپ تلگرام